فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزی پرسیدن که با همسرم دوست بودم و علاقه به او نداشتم و برای جدا شدن از اون دعا و جادو درست میکردم قبل از ازدواجم. آیا درست کردن دعا و جادو گناه دارد؟ متاسفانه یکی از مواردی که در جامعه ما متاسفانه رواج پیدا کرده و شاید یکی از دلایلش عدم آشنایی با احکام اسلام و با محرماتی هست که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده و در قرآن به اون تصریح شده، این است که مردم به سحر و جادو جنبل متاسفانه روی آوردند و چه بسا این رو یک اسباب و ابزاری قرار دادن برای رسیدن به یک مواردی که دوست دارن، مانند ایجاد محبت در میان زن و شوهر یا در میان پدر و فرزندانش، در میان مادر و فرزندانش، مواردی از این قبیل. قطع نظر از این که در واقع خود سحر به صورت کلی یک حکم واضحی رو دارد در شریعت اسلامی و این در واقع جز محرمات قطعی و 100% هست. در روایت معروفی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که این فرمودن اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 گناه مهلک و خانمان برانداز پرهیز بکنید. یکی از این 7 گناه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم سحر نام بردن، یعنی در ردیف بزرگترین گناهان و برترین و اکبر الکبائر همین جریان سحر هست. و بحث سحر بحث جایز و گناه نیست، بحث جایز و ناجایز یا حلال و حرام نیست، بلکه از اینم فراتر است، بحث شرک و کفر و ایمان هست، بحث اعتقادی میشه. بله، ده بحث اعتقادی هست و در آیات قرآن کریم حکمش کاملا بیان شده. اساسا نه تنها سحر کردن یا اینکه کسی رو بخوان جادو بکنن، حتی آموزش سحر، چه انسان سحر را فرا بگیرد یا به کسی دیگر آموزش بدهد، هر دو تا رو قرآن کریم اینو سحر معرفی کرده و درباره حضرت سلیمان علیه السلام یا هاروت و ماروت داستانی که هست در قرآن کریم ذکر کردن، الله متعال به صراحت این مطلب رو بیان کرده که این در واقع کفر است. و ما تتل شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفر یعلمون الناس السحر. میگه حضرت سلیمان مرتکب شرک نشده، شیاطین کفر کردن. چرا؟ زیرا که مرتکب سحر شدن، مردم رو سحر در واقع آموزش میدادن. و همچنین درباره دو فرشته ای که الله متعال به عنوان امتحان فرستاده بود پیش بنی اسرائیل، صراحتا الله متعال میفرماید وقتی که این فرشتگان کسی می اومد برایشون که میخواست سحر رو آموزش ببینه و یاد بگیره، میفرمودند که و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر. میگه که ما مواظب باش، ما فتنه هستیم، ما یک امتحان و آزمایشی هستیم، کفر نکن که بیاد از ما طلب بکنی که ما سحر را در واقع به شما آموزش بدهیم. و در ادامه این آیه الله متعال صراحتا همین نقطه رو که در این سوال اومده الله متعال در اونجا ذکر کردن، فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. از این ساحران، از این دو تا فرشته که به عنوان معلم و آموزش دهنده سحر بودن به عنوان یک فتنه و آزمایش، ساحران چیکار میکردن؟ اون مواردی رو یاد میگرفتند و روشهایی رو یاد میگرفتند که در میان زن و شوهر فاصله میانداختند، اینها رو از هم دیگر جدا میکردند. پس بنابراین این مورد تنها بحثش بحث جایز و حرام نیست، بحث حلال و حرام نیست، بلکه در اینجا بحث کفر و ایمان هست و سحر کردن یکی از مکفرات هست و حکم ساحر این هست که باید کشته بشود. یعنی به اتفاق تمام مذاهب ساحر باید حکمش قتل هست که باید، یعنی حدش و مجازاتش این هست که باید کشته بشود. پس بنابراین این عمل اساسا گناه هست و فراتر از یک گناه بلکه کفر و شرک هست. از این عمل حتما انسان باید پرهیز بکنم. و این به اصطلاح دوست کردن دو نفر که چه زن و شوهر باشند، چه پدر و مادر و فرزندی باشند، یا دو شریک و همکار باشند، به هر صورت هم این مورد و هم جدا کردن دو نفر از هم دیگر، این یک نوعی از انواع این سحر هست. نه، هر دو حالت فرق نمی‌کنه، هر دو حالت هیچ تفاوتی نداره، نیت خیر هم باشه، ولو اینکه نیت هم خیر باشه، این جزء سحر و جادو حساب می‌شود. و اساسا اون کسانی که این کار را انجام می‌دهند با استناد از و همکاری شیاطین این کار را انجام می‌دهند.
بودن. و در این زمینه یک نکته واقعا قابل تأمل هست، اون کسانی که این کارها رو انجام میدن یا مستقیما از شیاطین کمک میگیرند که هیچ شکی وجود نداره که استفاده کردن یا به کار گرفتن جن و شیاطین برای آزار رساندن یا حتی برای چنین مواردی که از جانب شریعت منع شده، این همون حکمش همون حکم کفر و در واقع ناجایز هست. این افراد در واقع حتی گذشته از این که از شیاطین و جنها کمک میگیرند، بلکه احیانا برای این که شیاطین به درخواستهاشون پاسخ مثبتی بدن مجبور میشوند که یک نوع تخربی میکنند، یک نوع نذر و نذوراتی رو انجام میدن برای شیاطین. و معمولا چنین انسانهایی که ادعا میکنند که میتونند که زن و شوهر رو با هم دیگر دوست بکنند یا این زن و شوهر از هم دیگر جدا بکنند و اهل جادو جنبل هستند، شما اگر نگاه بکنید حتی از نظر ظاهری هم انسان‌های آلوده‌ای هستند و پاک نیستند. به خاطر این است که واقعا این شیاطین و جن‌ها یعنی جایشون و محلشون با کسانی که مراوده دارن مانند خودشون باید انسان‌های آلوده و در واقع ناپاکی باشند.